به و در این چارچوب است که ما تیم ما تکت ما از وحدت ملی برای ایجاد حاکمیت ملی مؤثر و ایجاد فضای حاکمیت قانون نمایندگی میکنه. آقا یعنی یک نقطه بسیار اساسی را که مردم روی از او انگشت گذاشتن و انگشتا به گونه انتقاد بوده، بحث یک تشریق حرکتی از جانب شما با جناب آقای دوستم، یکی تکنوکرات و دیگر مجاهد، چیزی که شما قبلا هم انتقادهای نسبت به آقای دوستم در یکی از رسانه‌های انگلیسی داشتین، آیا با این ترکیب یا با این اصل کنونی خاطر توافق نظر مشترک برنامه‌ای را برای آینده سیاسی افغانستان به وجود بیارین؟ چیزی که بیشتر مردم فعلا نگران از او است و نقطه اساسی برای ایجاد تغییر یا ایجاد بحران میتونه باشه. تشکر از سوال. اول مسئولیت جنرال دوستم در اعلامی که داده ابراز امتنان میکنه. امید است که این شجاعت سیاسی از طرف تمام بازیگرهای سیاسی ما تعقیب شود. این جرأت میخواست، یک قدم بسیار بزرگ به طرف آینده است و امید است که فضای سیاسی به که ما جرأت سیاسی را استقبال کنیم. دوم، این سوال از جناب دوستم کردن، چرا به اشرف غنی دک تکت آمدی؟ میفهمم جوابش چی بود؟ برنامه منسجم خدای را کرد، با اساس برنامه بعد از بررسی تمام بدیل های دیگه به نتیجه رسیدیم. ما کار زیاد پیش روی داریم، اما اساسات فکری ما در چارچوب یک برنامه بسیار منسجم سنجیده شده و ضرورت تحول تدریجی و دوامدار در تمام امور ما میبینیم و نقطه تمرکز ما سرزمی خود باشه که چطور سیاست افغانستان از سیاست حذف، شخصیت کشی، تعرض و بنبست بکشیم به یک سیاست واقعا ملی مبدل کنیم. تاریخ سیاست ازدواج دلخواه نیست، جبر تاریخ است و اگر ما میخواییم که وحدت ملی و حاکمیت ملی خود را تأمین کنیم، ضرورت عزیز که همه یکی دیگر را قبول کنیم و از این جهت است که ما بازم به صراحت اعلان میکنیم به ایسی یک تیم که بعد از بردن انتخابات که ما یقین داریم که انشاءالله و تعالی میبریم، ما دعوت میکنیم رقبای سیاسی خود را که شرکای سیاسی ما باشه. ما میخواییم که انتخابات به شکل صورت بگیره که دکتر سب عبدالله، استاد سیاف، دیگه کاندیدا با ما در برنامه ها شریک شوند، یک برنامه عملی را که ما طرح میکنیم اینام سرسقه بگذارن تا آینده افغانستان مسئول شوند، چون امروز اگر رقیب سیاسی استیم فردا همکار سیاسی استیم. خب حالا رقابت ها بسیار زیاد جدی است و هر تیم به نحوه تلاش دارد تا در این رقابت ها امو هدف را خود به بو هدف برسانه و هر کدام میخواین که دست خود نسبت به دیگران بالاتر نشان بدن. میشه بگوین که در مجموع این رقابت ها و در فضای فعلی کدام تیم به عنوان رقیب اصلی شما میتونه استاد شود؟ دکتر سب عبدالله معلوم دار کار کردن، زحمت زیاد کشتن، در انتخابات گذشته مطرح بودن، بنابرای بعد در نظر دیده شون به صورت عمده و امید است که رقابت ما در چارچوب وحدت ملی افغانستان و در چارچوب همکاری و در چارچوب ازی که اول انتخابات حتمی است و دوم انتخابات شکل مبارزه فوتبال داره، نبوزکشی صورت بگیره. جناب استاد سیاف شخصیت بسیار کلان ملی استن، موجودیتشان در انتخابات معلوم دار تأثیر گذار است و معلوم دار کاندیدای محترم دیگه وجود دارند که چون هست هر کس نام بگیریم سب تفصیل میره. آقای غنی، یک نقطه بسیار اساسی که بیشتر کاندیدا روی از انگشت میگذارن هم برنامه هایی است که اونا مطرح میکنن، هر کدامشان تلاش میکنن که ببرن و هر کدامشان ادعا میکنن که برنامه های خوبه برای مردم دارن. بحث اساسی پیش تحلیلگرا یک مداخله عظیم در وضعیت سیاسی افغانستان طی 10 سال اخیر از جانب همسایه هاست. تعداد از کشورهای همسایه به زعم تحلیلگرا تلاش دارند تا در این انتخابات هم نفوذ بکنند و برای خوردهشان به پیروزی برسند.
یک سوال ای است که نظر شما در این مورد چی است و سوال بخش دیگه سوال میکانیزم عملی شما برای ایجاد مصالحه برای این سیاسی افغانستان چی است، چیزی را که متاسفانه در 10 سال گذشته به گونه عملی تا بالا ما روی از او نتونستیم به نتیجه مطلوب و مثبت برسیم. نکته اولی است که هر افغان و هر کاندید ما به شخصیتش احترام دارم. اتهاماتی که اینا تحویل میشن اتهام است. در این فضا ما باید از اتهامات جلوگیری کنیم. این قضاوت با مردم افغانستان باشه، نه در اگر شروع بحث از اتهام کنیم و مردم شخصیت های سیاسی افغانستان مربوط با ممالک دیگه بدانیم، این گناست. ما میخواییم که این انتخابات با اساس اخلاق سیاسی که ما همه افغانستیم و تعهد به افغانستان واحد و قوی داریم صورت بگیره، نه از راه اتهامات. نکته دوم که موضوع صلح است، یک مسئله واضح است، جنگ بدون یک چارچوب راه حل سیاسی ختم شده نمیتونه. مداخله همسایه وجود داره، ما باید طرح بسیار منسجم داشته باشیم تا در چارچوب منافع مشترک همسایه را قناعت بدیم که از جنگ به طرف صلح بیاید. در سفر آخر جلسات ما رئیس جمهور که من امرشان بودم، یک تهداب برازی گذاشته شده، امید است که این تهداب نتیجه بده و از مناسبات بد تا مناسبات بسیار دوستانه قدم به قدم باید برداریم. این مسئله نیست که مناسبات ما در یک روز تغییر کنه، اما تهداب باید به صورت اساسی گذاشته شد و واضح است که صلح قیمت داره. قیمت صلح را با قیمت جنگ ما باید بسنجیم. قیمت جنگ چیست؟ خون افغان بیارزش شده. هر افغانی که میمره در حقیقت یک بخش وجود ما میمره و ختم خون یکی از اهداف از این تیم است و از این جهت ما باید قیمت با وضاحت در نظر بگیریم. اما صلح چیزی نیست که مثل دوزوار در شو بیه، صلح باید در روز روشن بیه و یه اجماع سیاسی کار داره. و یک دلیلی که ما پیشنهاد کردیم که با وجودی که ما یقین داریم که انتخابات میبریم، در ختم روز از رقبای خود دعوت میکنیم تا یک دعوت یک حکومت ملی را تشکیل بدیم، در چارچوب یک حکومت ملی فیصله های مشکل مثل صلح به صورت عملی انجام داده شده میتونه. بسیار تشکر جناب آقای احمدزی. سوالات را ممکن است دوستا داشته باشه بر شما خواهیم گشت. میشه با شما آغاز ادامه بدیم جناب آقای سری؟ بحث سال چیزی را که آقای احمدزی هم روش تاکید کرد به اساس یک اشتراک فکری بین رقبای سیاسی در نظام بعدی و در احتمال پیروزی یکی ها، با این ترکیب و با این طرز حرکت مقدماتی چقدر فکر میکنین که ما میتونیم با این بحث برسیم؟ با سلام خدمت شما و مهمانان و شرکت کنندگان بحث، من فکر میکنم که تا اینجای صحبتهای جناب آقای دکتر صاحب اشرف غنی اگر منصفانه بخوایم تحلیل کنیم چیزی تازه گفته نشد، چی در ارتباط با بحث ملی سازی سیاست در افغانستان و عبور سیاست قومی، چی در ارتباط با آوردن تغییرات در زندگی سیاسی مردم افغانستان و مهمتر از همه در پاسخ به پرسش اخیری که شما مطرح کردید، بحث مکانیزم روشن برای آوردن صلح و ثبات سیاسی در افغانستان. ببینید چیزی را که آقای اشرف غنی مطرح کردن اجماع سیاسی بود که بعد از پیروزی او را رویش تاکید میکنه و من فکر میکنم که حتی امی مفهوم یا امی اصطلاح بارها و بارها پیش از این مطرح شده، اما هنوز هم پرسش پاسخ داده نشده است که اجماع سیاسی چگونه ایجاد شود، بر اساس کدام محور ما میتونیم نخبگان سیاسی را دور هم جمع بکنیم. بنابراین او بحثی را که در آغاز هم شما مطرح کردید که باور اکثر ما و شما هست همچنان باقی است که متاسفانه کاندیدای ریاست جمهوری و انتخابات پیش روی ما هنوز هم از نبود یک برنامه منسجم ملی
که مکانیزمای مشخصی را برای آوردن تغییرات در زندگی سیاسی مردم افغانستان و عبور از نابسامانه‌های موجود پیش روی ما قرار بده تا ما بحث بکنیم که با در نظر داشت امکانات ملی و محدودیت‌های ملی تا چه اندازه این برنامه‌ها و برنامه‌ها قابل اجرا است هنوز متأسفانه وجود ندارد. تشکر. جناب آقای زکی هم در اینجا هستن. میشه این سوال از آقای زکی بپرسیم؟ یک ترکیب نامتجانس. جناب آقای جنرال حسام در ابتدا در یک ائتلاف بزرگتر با جناب آقای احمدزی مسعود و آقای محمد محقق بود، اما بحث مقدمات انتخاب این روند را کاملا از هم پاشید و هر کدام با یکی از مهره‌ها پیوستند. با این تفاوت نظرها روی رسیدن به ستون‌های قدرت چقدر این بحث‌هایی را که آقای غنی مطرح می‌کنند شما عملی می‌دانید؟ من بحثایی را که جناب دکتر صاحب مطرح کردن عملی میدانم و بحثای بسیار علمی و عمیق میدانم. انگیزه از این که سبب اتحاد ما شده بینش بسیار واضح، بینش بسیار واضح و نظریات بسیار دقیق ایشان است. این که جنرال صاحب کار کردش در این زمینه چی بوده، ما اجازه بتین بگویم که با وصف تفاوت‌ها در مراحل مختلف یک مشخصه اصلی قابل انکار نیست. جنرال سبایی عقیده بوده که قشر سیاسی افغانستان باید متحد باشه. بدون از این راه حل برای بحران وجود نداره و راه جلوگیری از بحران نیست. اگر جبهه ملی افغانستان را همت گماشتند برای تشکیلش یک جا با جناب محترم احمد ضیاء مسعود و استاد حاجی محمد محقق و جناب خیری صاحب و صالح صاحب، هدفش متحد کردن بود. اگر گام های دیگر برداشتن هدفش ایجاد اتحادهای کلانتر بود. اما همیشه آرزوهایی را که یک سیاستمدار می داشته باشه الزاماً تنها به اراده از او بسته نیست. اراده بازیکنان مختلف است. نقطه اختلاف چی بود؟ چه شد این اتحاد و چه شد این برنامه بزرگی که برای انتخابات طراحی شد؟ بله، یک خط بود. اگر منظور شما در اتحاد انتخاباتی افغانستان بوده باشه، اتحاد انتخاباتی افغانستان بسیار واضح و روشن یک موافقت نامه را اعلان کرد. در اونجا گفته میشه که هدف تشکیل از این اتحاد ای است که با یک دیالوگ فراگیرتر بریم. وقتی فراگیرتر میگین یعنی با عناصر خارج از این اتحاد هم باید دیالوگ شود و در نتیجه ما به یک تیم دست بیابیم که از پشتیبانی بسیار وسیع برخوردار باشد. دوم، مبنای تصمیم گیری در این موافقت نامه اجماع یا اتفاق نظر بود. حالا هر دو حاصل نشد. یک گرایش همی بود که با عناصر و با شخصیت‌ها و اعضاب بیرون اتحاد هم مذاکره شود. جنرال صاحب با پابندی به می اصل مذاکره را ادامه داد. نتیجهش هم همین تیم است که تشکیل شد. خب دوستای دیگه هم بودم که به این فکر بودن که نخیر، باید انتخاب از داخل خود اتحاد انتخاباتی افغانستان صورت بگیره و چون این هم کردن که ما احترام داریم و ارادهشان، اما در نتیجه او اجماعی که لازم بود حاصل نشد، دو تصمیم شد و پس این را میپذیرین که بحث اساسی یا امی توافق نظر و یا اجماع روی یک برنامه واحد برای تغییر برای آینده نبود، بحث اساسی روی انتخاب کاندیدا و معاونین کاندیدا بود، چیزی که نتونستن توافق کنن؟ نخیر، من کاملا موافق با این نیستم. برای از این که اگر شما به موافقتنامه اتحاد انتخاباتی برین به شکل صریح گفته میشه که ما از برنامه ملی مصوب شورای همکاری احزاب و ائتلاف‌های سیاسی حمایت میکنیم. ماده اولش است. معنایش این است که تمرکز بر برنامه بود و تشکیل و هیچ برنامه بدون تشکیل یک تیم قوی نمیتونه عملی شود. و از جانب دیگر وقتی شما روی یک برنامه با توافق میرسین، این برنامه ها هیچ وقت نمیتونه دکم و سربسته و یک بار و برای همیشه باشه. هر نوع برنامه ملی باید مورد مناظره و مورد مباحثه نخبگان سیاسی باشه. بنابراین وقتی که دایره اتحاد نخبگان تغییر میکنه، طبیعی است که مباحثه هم به یک فرمات جدید میتونه انتقال پیدا بکنه و شما یک شکل مطلوب شه. چون که در صحبت‌های جناب دکتر صاحب شنیدین، در زمانی که پس از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات مطابق با قانون انتخابات نامزدهای احتمالی را به نامزدهای اصلی مبدل کنه، شاهد خواهید بود و یک برنامه بسیار روشن و بسیار واضح برای تغییر در افغانستان و برای ایجاد یک صفحه جدید. بسیار تشکر.